فقط ایرانیان مسلمان پاک و متحری است که هر چیزی رو برای همه میخوان. این یعنی اون حکومتی که آرزوی هر نظام دموکراتیک در جهان و هر نظام پارلمانی محصولش این میشه که اگر ما درست عمل کرده بودیم دموکراسی ملی ما به این دلیل شبیه هیچ کس نیست. تا اون روز باید خون داد، جون داد، مبارزه کرد، تلاش کرد، شرافتمندانه و خدایی از خود گذشت به سود دموکراسی ملی مردم ایران و بچه‌های مثل فرزند کوچیک پالیزبان شریف، پالیزدار شریف، بخشی از قلب مردم ایرانه. اینا پرن ما صدا یک کشم نمیشتم شیر مادرش حرارش. درود به شما، درود آقای دکتر خزقلی. واقعا به 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 چقدر آدم لذت میبره. فرزندان شما ببینید اونا کجا ایستادن. من ممنونم که سیاوش عباس این فرصت رو خداوند پیش آورد و شما وسیله خیر شدید برای شنیدن صدای مردم کوچه، مردم تو هیئت حرفشون اینه، اونایی هم که کشته دادن حرفشون اینه، اونایی هم که تو شلمچه قمپاره خوردن حرفشون اینه، شیمیایی ها هم حرفشون اینه، همه سکولار ها هم حرفشون اینه. آقا مگه نمیگیم اینها در عمل انجام بشه؟ اصلا نوع نظام مهم نیست، مهم انجام این کاریست که هر کس در مقابل قانون و وجدان ملیش و حافظه تاریخیش و دموکراسی به تعریف ایرانی مسئوله و باید براش تلاش بکنیم. از هر دوتون ممنونم، خیلی مرحمت کردین و چقدر خوب بود. خیلی ممنون، موفق باشین انشالله که بتونیم جامعه اسلامی و آزاد داشته باشیم و رأی مردم در اون جامعه حرف اول رو بزنن. جامعه انسانی و آزاد، آرزوی هر انسانی چه کاری خواهی دادیم. آقای دکتر خزقلی سپاسگزار از مهرتون. بهروز خیلی لطف کردید آقای دکتر خزقلی. من شما خدافظی می‌کنم که شما دنباله برنامه رو برید. سیاوش عباس عزیزم دستتون درد نکنه، دست آقای دکتر خزقلی درد نکنه. این یعنی انرژی خالص ملی. دکتر خزقلی واقعا می‌بینید انسان شجاعی است که با آدم کار می‌کنه. واسه چنین انسانی بینندگان عزیز ببینید در داخل ایران فرزند یک آیت الله ایشون میتونه در ناز و نعمت مثل بقیه زندگی بکنه، بره کانادا ملیت بگیره، اسمش هم عوض بکنه، بیلدینگ بخره، اتوبان درست کنه و غیره، ولی استاده در داخل کشور داره دفاع میکنه از منافع مردمش و سرزمین خودش. بدرود سیاوش عباسی عزیزم، بدرود. هر کجا مشتی گره شد مشت من، هر کجا مشتی گره شد مشت من، زخمی از هر تازیانه پشت من. آجرهای ما فرا رسیده با مراسم سالگرد دکتر صحابی مخالفت امنیتش. دولتی که از سایه خودش هم وحشت بکنه از براندازی، خواب براندازی میبینه. سفارای های انتخاباتی در مصاحبه با احمد شیرزاد، جبهه راست و اصولگرا بر سر دوراهی احمدی نژاد. مانور 140 هواپیمای نظامی با هشدار روسها لغو شد. به موجب هشدار روسیه به رهبر اسرائیل ممکن بود در روز ارتش با یک حمله برق‌آسای کوبنده توان هوایی و موشکی ایران را نابود کند. هفته نامه اشپیگل می‌نویسه امریکا در تله بحران چنگ و دندان برای جهان تیز می‌کند. ضد آن شبکه یک تلویزیون